بینندگان عزیز سلام و درود. استولتنبرگ دبیر کل ناتو با وارخطایی گفت مکرون دروغ میگوید. به نظر میرسد که اروپا در صلح و جنگ در استقامت اوکراین به اجماع نرسیده است. یک نوع سرگردانی تمامی رهبران اروپایی را پیچانده. دیوید ساکس گفته است اوکراین در باخت است. شما دروغ نگوید. شولتز صدر اعظم آلمان گفت مکرون هر چی گفته اختراع خودش است. مگر چی مکرون سخنان غلیظتر یعنی تندروتر از سخنان قبلی شولتز گفته. شولتز تقریبا گفته بود که آلمان رهبری جنگ علیه روسیه را بر دست میگیره. یا هم اختراع خودش بود. خب دیوید ساکس البته یک کارآفرین آمریکایی است، آدم معروفی است. یادم نوشته در تلگرام خود که جنگ دروغ، جنگ در اوکراین بر دروغ بنا شده، دروغ هایی که در موردی که چرتو شروع شد چگونه پیش میره و چگونه پایان پیدا میکنه سراسر دروغ است. چرا؟ میگه با ما گفته میشه که اوکراین برنده میشه در حالی که در باخت است. با ما گفته میشه که جنگ ناتو را نیرومند ساخته در حالی که نیرویش را به تحلیل برده. با ما گفته میشه که بزرگترین مشکل اوکراین کمبود بودجه از سوی کنگره امریکا است در حالی که غرب نمیتونه مهمات کافی برای جنگ تولید بکنه. این مشکلی است که حلش سالها طول میکشه. با ما گفته میشه که روسیه تلفات بسیار بیشتر متحمل میشه در حالی که در واقع اوکراین است که با کمبود سرباز روبرو شده. مشکل دیگه ای که اصلا این با پول نمیشه برطرف کرد. با ما گفته میشه که جهان با ماست در حالی که در واقع اکثریت جهان معتقد است که سیاست ایالات متحده آمریکا در اوج حماقت قرار داره. با ما گفته میشه که هیچ فرصتی برای ایجاد صلح وجود نداره در حالی که فرصتهای متعددی را برای رسیدن به یک راه حل مذاکره ما خود ما رد کردیم. با ما گفته میشه که اگر اوکراین به جنگ ادامه بدهد موقعیت مذاکره خود بهبود میبخشد در عقب میز مذاکره در حالی که در واقع شرایط بسیار بدتر از او چیزی که قبلا در دسترس بود و رد شده بود. یعنی اشارش به مذاکرات 2022 در استانبول است خواهد شد. خب با این وجود دروغا در طولانی کردن جنگ موفق عمل کرده. بله کنگره بودجه بیشتر را اختصاص خواهد داد، دیگرهایی ندارن. روسیه قلمروهای بیشتری را تصاحب خواهد کرد. در نهایت یک بحران که تا حال رونما نشده هنوز در کیف رخ خواهد داد، یعنی دولت زلنسکی سقوط میکنه. خب چی؟ بعد از سقوط وقتی که جنگ سرانجام شکست میخوره، وقتی کل کشور در ویرانهای یعنی دود و آتش سوزی این جنازه ای که خودشان ساختن فرو میره، دروغگوها چی خواهند گفت؟ یعنی خواهند گفت خب ما خود تلاش خود کردیم. خب آله در برابر دروغگوها هر قدر که یک شخص یا یک گروه یک نهاد حقیقتا بیان میکنه او را دست نشانده دشمن میگوید. بعد از او وقتی که همه چیز پایان یافت شکست خوردن میگه خب ما تلاش خود کردیم، ما در مقابل پوتین حالا هم ایستاده هستیم. خب ادعا خواهند کرد که ما موفق میشدیم اما بر ستون پنجم پوتین که از پشت مثلا به اوکراینیا خنجر زد ما چه کاری کرده میتونستیم. بعد از او سرزنش خود به گردن دیگران انداخته و
یکی دیگه خود تسلی میدن. خب سپس چی میشه؟ سپس آرام به طرف یک جنگ بعدی میرن در یک کشور دیگه، مثل که پس از فجایع خود در افغانستان و عراق کجا رفتن؟ رفتن به طرف اوکراین. ای چی است؟ در سیاست امروزی ایره به اصطلاح کارآمدی دروغ میگن. رویترز گزارش کرده که امریکا و متحدان کلیدی اروپایی بعد از اشارات فرانسه و احتمال به احتمال پیاده کردن نیروهای پیاده نظامی در اوکراین گفتند که اصلا چنین نیست، هیچ برنامه برای اعزام نیروهای زمینی به اوکراین وجود ندارد. و همزمان مگر کرملین ای را بسیار جدی گرفت، گفت که هر گونه اقدام شما منجر به درگیری مستقیم با ما خواهد شد. استولتنبرگ دبیر کل ناتو دفعتا خود از کنار مکرون دور کرد، گفت که مکرون دروغ میگه. یعنی این یک شکاف موازی در اتحاد اروپا وجود دارد. اینا با روسیه می جنگن. اولاف شولز صدر اعظم آلمان هم واضحا به فرانسه پشت کرد. شولز معتقد است که مکرون همه چیز از خود اختراع میکنه، به نام همه میگه. هیچ عملی نظامی علیه روسیه انجام نخواهد شد. اگر ما اظهارات یک ماه پیش شولتز بگیریم، در چند مورد اظهاراتی که داشت، ما میتونیم بگیم که آنچه که مکرون امروز گفت شولتز در ظرف یک ماه در چندین نوبت گفته بود. خب یعنی دور شدن موازی اینها از همدیگر یا نشان دادن از این که اجماع وجود نداره یک امر درست است، کس نمیداند. یونان، پولند، اتریش، سویدن هم ایره ای اظهارات مکرون به عنوان اخبار جعلی تکذیب کردند. خب چی شد؟ کل اروپا عقب نشینی کرد. سخنگوی کرملین البته واضحا گفت که روسیه برای جنگ آماده است. این اعلامیه های فرانسه برای ما احتمال نیست، حتمی بودن جنگ هست. بوریس پیستوریوس وزیر دفاع آلمان یادم گفت که سخنان مکرون هیچ خریدار ندارد. چرا اینا یک بار وارخطا شدند؟ در اردوگاه اروپایی یک ریزش آمد. فقط همی که فرانسه گفت ما میتونیم بدون پیوستن و جنگ اوکراین با اونجا نیرو بفرستیم. خیلی پیوستن نامیش چی است؟ وزیر خارجه فرانسه گفت که استقرار نیروهای غربی در اوکراین میتونه. خب یعنی چون ما در یک آستانه یک جنگ هستیم، برای عبور از آستانه جنگ موثر واقع شوه، یعنی جلوگیری از جنگ شوه. این هم شد گفت آستانه جنگ یعنی حمایت از یک درگیری به عنوان ورود به جنگ، یعنی آتش با پترول خاموش بکنه. همین دیگه، من خودم چیز نفهمیدم از اون. یک سیاستمدار سابق دفاعی و رئیس ستاد دموکرات های سویدن به نام میکایل والترسون یادم گفته که اظهارات جنگ طلبانه ایمانوئل مکرون درباره احتمال استقرار نیروهای ناتو در اوکراین بیشتر موضعی گیری است، یعنی واقعیت ندارد، یعنی لفاظی است. اما هشدار داد که حتی این موضعی گیری میتواند به خودی خود یک روند خطرناکی را به اصطلاح به طرف یک سراشیبی لغزنده به مو طرف جنگ سبب شود. میکایل واترسون میگه که رئیس جمهور فرانسه اصلا از ایتون میخواه که از فلج بودن سیستم سیاسی امریکا در مورد حمایت از اوکراین، یعنی که کنگره اجازه
اختصاص پول و جنگ اوکراین نمیده استفاده میکنه. خب چی استفاده میکنه؟ بره از خزانه خود بده استفاده چیست؟ خب یه آدم میگه که کوشش شوه که امریکا را به عنوان قدرت پیشرو در جنگ اوکراین جایگزین اروپا بکنن، اروپا زورش نمیکشه. والترسون این نظر است که ناتو تا حد ناتوان است، خاصتا در بحث اوکراین. کشورهای رده دوم آل سعی میکنن فضای خالی ایجاد شده را پر بکنن. اینا دست و پا میزنن، اما در بین ای دست و پا زدن ها یک چیز واقعیاتی است که پنهان میشه. این چیزهایی که ما برای شما میگیم مسائل رسانه‌ای است، بازی با ذهن مردم از با ذهن مردم کشورهای خود است، با کشورهای جهان است. اصل جریان است که در اطراف روسیه یک موج عظیم نظامی با وجود آوردن تحت نظام رزمایش. یک افسر سابق نیروهای مسلح سویدن، البته در قوای دفاعی سویدن بوده یادم، این میگه که این ژاک هوگارد نام داره. خب ژاک هوگارد کسی دیگه است. این آدم میگه حتی اگر پیشنهاد احتمالا موضعی باشه که یک در به دخالت مستقیم نظامی در غرب باز میکنه، این اعلان نتیجهش اعلان جنگ واقعی است. برحال اظهارات اخیر به اصطلاح شبه جنگی ایمانوئل مکرون در مورد رد نکردن اعزام نیروهای غربی تو کاملا تو نیست که نادیده گرفته شود. یک افسر فرانسوی که در کوزوو خدمت کرده میگه که اصلا که آدم میبینه مکرون در حال دیوانه شدن است. مکرون خب فرانسه در جمع قدرت های آسیایی حلقه ضعیفتر است. این صدا از حلقه ضعیفتر برخواسته بعد از اینکه از گیر دهقانان فرانسه فرار کرد، ما تصاویرش دیدیم، حالی صحبت ها شده. خب یک چیز است که آدم باید بفهمه که برای زلنسکی و نیروهایش بازی تمام شده. حتی اگر از طرف ناتو و کشورهای غربی حمایت شود، حتی اگر رهبر فرانسه دهی توهم باشه که به سلام مایچه های عضلات خود نشان میده، ای آدم میگه که این مایچه های به اصطلاح عضلات یک عروسک کاغذی است. یعنی اینقدر مکرون در طی 12 ساعت بسیار تحقیر و مذمت کردن. یک کارشناسی است که 26 سال در ارتش فرانسه به عنوان افسر هوابرد در انقطاعات خارجی خدمت کردن. یه آدم میگه که مکرون در حال رویاپردازی است. امریکا و ناتو اصلا نمیخواهند که وارد جنگ شوند، ترجیح میدن از طریق دستجات نیابتی عمل کنند در اوکراین، که تعمیل جنگ اوکراین یک جنگ نیابتی است. وقتی که نیابتی هم ارزان است هم مسئولیت ندارد زیاد. ثانیا دولت های اروپایی دچار اختلاف هستند. وحدت اتحادی اروپا در یک توهم است. نامش اتحادی اروپا است اما اتحادی نظری ندارد این مورد. خب ارتش فرانسه امروز یک ارتش نمونه است، مناسب مداخله برای یک کشور خارجی، اما از نظر پرسنال، تجهیزات و مهمات کاملا در یک موقعیت ضعیف قرار دارد. اصلا ارتش فرانسه ظرفیت وارد شدن به یک ماجراجویی جنگی در سطح بالا را نداره. این چیزی است که خود متخصصان غربی میگن. در برابر مثلا خود اوکراین چقدر تلفاتش سنگین است، فرانسوی میتونن در جنگ پیاده شرکت بکنن و به می شدتی که مثلا 444 هزار سرباز که اوکراین از دست داده نیمیش از دست بده حاضر هستن. یعنی
شویگو وزیر دفاع روسیه گفته که اوکراینی ها از ابتدای سال از امسال روزانه به طور متوسط 800 سرباز از دست میدن، یعنی تلفات روزانیشان 800 سرباز بوده و همزمان زایاد تجهیزاتیشان حدود 120 واحد بوده. این چه رقم تلفات است؟ مگر کسی حاضر است در جنگ اوکراین این تلفات ها بتا؟ مکرون حاضر است؟ اصلا مکرون خوابش هم نمیبینه. این مسائلی است که یک بار مصرف میشه مطرح میشه، اما چیزی در عقبش هست، یک شوکی دادن. در طول سال 2024 ناتو نیروهای خود در جنای شرقی خود در امتداد جنای شرقی خود در قسمت های از کشورهای بالتیک تا مرز بین رومانیا و اوکراین افزایش میدن. اینی کارا رو دارن، این آوازها رو میاندازن که در رسانه ها گرم شوند، توجه ها به این طرف جلب بکنن، اما اینا در حقیقت در حال استقرار نیروها در سرحدات با روسیه هستند. ایتو پرکاری در جریان داره. ناتو در حال حاضر 8 گروه جنگی در شرق اروپا داره که مثلا برنامه ریزی است که تعدادشان به 30,000 سرباز باشه. هر گروه جنگی با تانک، ماشین های زیرهی، توپخانه و سایر تجهیزات نظامی بر نبرد مداوم حد دست کم تا 7 روز تا رسیدن نیروهای نظامی پشتیبانی اضافی در صورت جنگ بزرگ عمل بکنه. پلان این است. وقتی که در سطح رسانه این مسائل گرم میکنن، در پشت صحنه چیز دیگه می باشه. فنلند مثلا، یعنی بعد از طولانی ترین مرز خود با روسیه 1340 کیلومتر مرز دارن. اینا چی گونه از هم مراقبت میکنن؟ اینا فنلند از خود مراقبت کرده نمیتونن. اینجا امریکا و ناتو باید نیروهای خود در خاکش مستقر بکنن، یعنی واحدای از اسکندنوی و امریکا اینجا مستقر شود و همی کار شده روان است. چرا در سال اخیر ناتو به دلیل افزایش تنش با روسیه در همی مسیر مرزهای شرقی گروههای جنگی چند ملیتی را در چندین قطعات تشکیل دادن. این نیروها مثلا شامل نیروهای بلغاری است، رومانی است، مجارستان، سلواکیا، پولند و کشورهای بالتیک است. یعنی در کل نیروی واکنش سریع به 40,000 نفر رسیده که با 140 کشتی جنگی روی آب و زیر آب و 100,000 سرباز امریکایی پشتیبانی میشه. اصل گپ اینجاست. گپ مگرون انداختن کلگی فکرش همون طرف بره. بخش عمده این نیروها در حال حاضر در پولند، آلمان و رومانیا مستقر است. تهدید لفظی رسانی را می اندازن تا از نظر عملی پرکاری و استقرار گام به گام خاموش، یعنی مثلا در سرحدات صورت بگیره. بخش عمده این نیروها مثلا در آلمان است، در رومانیا است، داله که در جنوب در یونان پایگاه الکساندروپولیس در دریای اژه تشکیل شده، گوجه ساز و برگ در حال پا گرفتن است. خب 3 سال بعد از الحاق جزیره کریمه و روسیه، ائتلاف ناتو 4 گروه جنگی چند ملیتی را در کشورهای بالتیک تشکیل داده، مستقر کرده بود. پیش بینی یعنی جنگ در واقع از 12-13 سال پیش شروع شد، 10 سال پیش. این گروه توسط نیروهای زبدی بریتانیایی، کانادایی، آلمانی و آمریکایی رهبری میشن. یعنی عقب صحنه سخنان انگیزنده و شوکدهنده مکرون، اینی چیزایی است که در آخری برنامه ما خدمت شما تشریح کردم. Thank you.